اول که سید خیلی خندیدم به خاطر اینکه شما گفتید توی جنگ شکست خوردن، بعد سکوت کردین چون میدونستید که به عنوان برنده جنگ ایشون رو تصاحب کردن، بعد گفتید که ازدواج کردن. خیلی خنده دار بود، هم لحنتون هم جمله که گفتید. عرض کنم حضورتون که من خیلی تصاحب آیتم نمی کردن عزیزم، تصاحب اسیر دیگه که میگه خانم اسیر آقا سید ازدواج نه داریم مغلطه میکنید، ازدواج بوده. اجازه بدیم برادر، اجازه بدیم، اجازه بفهمید. آقا آدم صاحب نظر اینجا خواهش میکنم، یعنی شما میگید این خانم ازدواج میکرده با کنیز؟ ازدواج میکرده بله، ازدواج به زور میکردن دیگه، ولی ایشون میتونسته بگه نمیخوام ازدواج کنم. ممکنه چه ازدواج وقتی پایینش هم مجبور شدیم ببریم به خاطر اینکه میکروفون با اندروید بودن، میکروفونشون رو نمیتونستیم ببریم. بفهمه ببخشید عذر میخوام، ولی ازدواج وقتی که دو طرف هر دو راضی باشن، این هر چیزی به جز اون اسمش ازدواج نیست، تصاحبه. از جمله ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی، دختر 9 ساله چه تصمیمی میتونه بگیره واسه ازدواج عمر آینده‌اش؟ اینا تصاحبه. عذر میخوام، من خواهش میکنم که لطفا از اول شروع کنید. 2 دقیقه بنده رو عرض کنم که چیزای خیلی جالبی گفته شد. من اولا که واقعا به صبر شما آقای سلیمانی تبریک میگم. من امیدوارم یک روزی منم اینقدر صبر پیدا بکنم که این دوستان آخوندهای گوگلی اومدن اینجا دارن با شما بحث میکنن، شما به این صبر واقعا پاسخ اینا رو میدید. من اولا که راجع به جایگاه زن در قبل از اسلام شما صحبت میکنید و یک دنیای عجیبی رو تصویر میکنید. جایگاه اسلام به نظر بنده قبل از اسلام چیزیه که همسر پیامبر خدیجه یک خانم 40 ساله بسیار موفق بیزنسمنی بوده که کلی بیزنس و پول و دارایی داشته. این خب اگه که جایگاه بدی بود که این خانم نمیتونست به اون جایگاه برسه تو اون شرایط. و بعدش هم شما میگین که پیامبر تا وقتی که با ایشون بوده با کسی که ازدواج نکرده. والا منم اگه یه نفر همه خرج زندگیمو بده واسم، دینی که آوردم حالا از هر جا آوردم مهم نیست، ولی اسپانسر من بشه که این دینو در همه اون منطقه پخش کنم، هزینه جنگمو بده، هزینه اسبمو بده، اسلحه‌مو بده، غذای نشگرمو بده، همه اینا رو بده، خب معلومه که جرأت نمی‌کنم برم با کسی که ازدواج کنم حتی اگه حق داشته باشم. اینا که دیگه میخوام شما دوستان ببینید از دین دید کسایی که منطقی تر فکر میکنن این قضیه چطوریه. شما همونجوری که دوستان دیگه گفتن خیلی به اعتقاداتتون پایبندین و فکر می‌کنین همه باید بر اساس اعتقادات شما این مسئله رو ببینم. خیر دوست عزیز، محمد علیه السلام با زنی بسیار موفق ازدواج کردن که اسپانسر ایشون بودن برای تمام فعالیتاشون. والا انسانیش اینه که خب تو زمانی که با ایشون ازدواج هستن خیانت نکنن بهشون. پیامبرم به هر حال انسان شریفی بودن و خب خیانت نکردن به همسرشون، ولی معنی دیگری نداره. من دیگه همه بحثا رو همه دوستان دیگه اینجا پوشش میدم. من فقط خانم شاپرک با تشکر فراوان از مدیریتتون به این کانال، یه لحظه ای پیش اومد که شما میخواستید به یک خانومی اجازه بدید که بیشتر صحبت کنن، به حق، چون این موضوع راجع به خانم هست و باید بهشون صحبت اجازه صحبت بیشتری داده بشه در مقابل این همه آقایون که اینجا هستن، ولی از یه لحنی استفاده کردن که لحن کودکانه ای بودش که خب نمیدونم لحن، حالا اسمی نمیخوام روش بذارم. به نظر من ما که به نوع دیگری فکر میکنیم نباید با این لحن توی این جمع صحبت بکنیم که به این دوستان دیگه اجازه بدیم که جایگاه شما رو به صورت یک کودک ببینن یا به صورتی ببینن که حالا میخواین از لحن خودتون یا از زیبایی کلام خودتون استفاده بکنید که همون چیزی که ما بهش میگیم استفاده ابزاری. فقط خواستم بگم که با جایگاهی که شما دارید، با تلاشی که شما دارید میکنید و اخلاقیاتی که شما دارید، اگر این خردریزا رو هم حواستون بهشون باشه احتمالاً این دوستان کمتر میتونن جایگاه زنانی بزرگ بسیار ممنونم زیر سوال ببرن. مرسی آیدین عزیز. خانم مریم 2 دقیقه فرصت دارید. تشریف ندارین خانم مریم؟ خانم مریم قدس. الو صدای منو دارین؟ بله. سلام، من به عنوان دکترای روانشناسی چند تا نکته خیلی جالبی رو میخوام براتون بگم. اول اینکه کلان اختلال شخصیت خودشیفته توی DSM روانشناسی 2 برابر آقایون بیشتر از خانوما دارن. حالا توی دین اسلام چه اتفاقی میفته؟ توی دین اسلام و توی جمهوری اسلامی انقدر حقوق به آقایون بیشتر داده میشه که این اختلال شخصیت همینطوری رشد زیادی داره. یعنی من
تو سابقه 12 سال کارم تو اتاق درمان دارم اینو میبینم که زوجهایی میان پیش من که مشکلشون اینه که خانم میگه برای قبل ازدواج من حقوق مساوی که همسرم داره مثل حق طلاق رو ندارم. و خب این یعنی چی؟ این یعنی که مرد یک چندین مرتبه بالاتره. این یه نکته. نکته دوم در مورد خود ارضایی من میخواستم به دوستم مقدسه بگم. اول اینکه مستربیت یا خود ارضایی اختلال به حساب نمیاد. شما هیچ جای کتاب DSM این رو اختلال نمیبینید. این تو مسیر رشد یک فرایند طبیعیه، چه شما خوشتون بیاد چه شما بدتون بیاد. پس این که ما مسیر طبیعی که مستربیته بخوایم به این دید نگاه کنیم که بده، اما ازدواج زود هنگام که مثل ریپ میمونه رو بگیم نه خوبه. و یک کسی که قرار روانشناس باشه باید خیلی ذهنش بازتر از اینها باشه که فقط توی صحبتهای خانم دکتر بابک به این جمله چنگ بزنه. این یه نکته دیگه. و نکته آخری که میخوام بگم اینه که چرا اینقدر کسایی که به مذهب گیر دادن نمیتونن ذهنشون رو باز کنن؟ برای اینکه ما تو سنی به نام سن هویت در برابر سردرگمی نقش که سن 14-15 سالگیه، بچه میاد کل دنیاش رو زیر رو میکنه، باورهاش رو زیر رو میکنه، دین رو زیر رو میکنه. ولی وقتی بچه ای توی یه بافتی زندگی کنه که بهش حق این رو ندن و هویتش رو از همون کودکی با اسلام آمیخته کنن، این بچه هویتش فقط همینه. پس اگر شما بخواید این رو به چالش بکشید، انگار دارید هویت این آدم ها رو به چالش میکشید. انقدر اینها این موضوع رو شخصی کردن و ذهنشون بسته است و این هویت رو دارن، نمیتونن چیز دیگه ای رو ببینن. به خاطر همینه که انقدر تو فازهای عمیق دینای میرن و سفسطه میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن هویت خودشون فقط داره از بین میره. بسیار ممنونم خانم. خیلی ممنونم. باش، مرسی از شما. ممنونم مریم جان، خیلی عالی بود، خیلی لطف کردی. آقای مار، فقط مسئله اینه که مریم جان میکروفون تو هیچ وقت نمیبندی. 4 بار بستم میکروفون تو. ببندش، مرسی. آقای مارک 2 دقیقه. ممنونم مریم. ممنونم، مرسی. بچه‌های ما لطفاً. ببخشید، بفرمایید. مرسی، متشکرم. راستش من یه مقداری تعجب میکنم چرا ما همش راجع به 1400 سال پیش قوانین نمیدونم هخامنشی و صدر اسلام و اینا بحث میکنیم. کاش برگردیم بیام همین امروزمون رو ببینیم الان کشورهای اسلامی کدومشون حق مساوی میدن به خانم‌ها و آقایون. تو کشور خودمون تا حالا یه رئیس جمهور زن نداشتیم تو 40 سال. تا حالا من ندیدم که مثلا آقای خامنه‌ای با خانومش بیاد توی سخنرانی، خانومش مصاحبه کنه. همه خانوماشون قایم کردن، یه چادر هم پیچیدن دورشون، میترسن که اصلا بهشون کوچکترین نقشی تو جامعه بدن. ما اگه بحثمون رو تغییر بدیم به اینکه الان شرایط خانم‌ها تو کشورهای اسلامی چیه، میتونیم بهتر بفهمیم جایگاه خانم‌ها توی اسلام چی هستش. تو کشور خودمون تو 40 سال گذشته ما هممون تماما فقط توی تلویزیون، توی روزنامه ها، توی اون موقع که حالا ما بچه بودیم که اینترنت نبود، از همه کانال های مختلف مردم رو شستشوی مغزی دادن، یه سری بیماری های روانی توی مردم درست کردن. الان توی ایران توی ادارات برین، توی دانشگاه ها برین، توی اجتماع برین، خانم ها همه جوره دارن تحت ستم، از همه نظر مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. حتی روسریشون میخوان وردارن، اینا رو میگیرن میبرن. طرز لباس روسری هم سرشونه باز میان تو خیام میگیرنشون. شما اسلام اگه بخوای اسلام جمهوری اسلامی ببینی که پدر خانوما رو در آورده، داعش رو بخوای ببینی که وحشتناک تو عربستان، تو عراق، تو سوریه، کدوم کشور اسلامی به خانوما احترام قائل میشه و بهشون اجازه زندگی میده؟ تو کشورهای غیر اسلامی نگاه کنین، خانوما نه تنها حق برابر دارن، بلکه تشویقشون میکنن بیان توی جامعه مشارکت کنن، بهشون همین هم باعث پویایی شده. من پیشنهادی که میخواستم و همه دوستان با از ادب و احترام و واقعا لذت بردم از بحثتون، ولی پیشنهادی که میخواستم بدم، بیاین اصلا بحث 1400 سال پیش رو ول کنیم، بیاین با هم فکر کنیم ببینیم چیکار کنیم که وضعیت کشورمون، وضعیت خانومامون، وضعیت
چه میدونم اقتصادیمون سیاسیمون همه چیمون رو ببره رو به بهبود بره. این آقایونی که مسائل 1400 سال پیشو مطرح میکنن آسمون و ریسمون رو میبافن به هم که بگن نمیدونم حضرت فاطمه و حضرت زینب نقش فعال داشتن. اصلا داشتن. الان چی؟ چیکار کنیم که درستش کنیم؟ تشکر. ممنونم. بسیار عالی. پلیس الان 10 ساعت تو هم دو سری حرف میزنی میرید. بازم میخوای صحبت کنی؟ مگه چیه؟ من 10 روز دیگه امتحان دارم. آره من 10 روز دیگه امتحان دارم بعد 24 ساعته تو کلاب هاوسم از نمیدونم از ترس اینکه درس نخونم یه وقت. بعد فقط میخواستم بگم که این خانم محدثه خیلی تاکید داشت روی بچه بودن و این حرفا. من همون موقع کنجکاو شدم و همونطور که خانم دکتر مریم هم گفتن 10 تا مقاله مختلف رو باز کردم. حتی بچه ها هم، یعنی حتی اگه 12 سالش بود، حتی تادلر، یعنی 1 تا 3 سال رو میگن تادلری، حتی اگه 1 تا 3 سالش هم بود حق خودارضایی داره و ما نباید توی کارش دخالت کنیم، مگر اینکه طوری بشه که دیگه کلن از کارهای دیگه دست بکشه و زندگیشو مختل کنه. این اومدم همینو بگم اون موقع که خیلی دیر شد. بعد اینکه میخواستم از آقای ایمان تشکر کنم، خیلی قشنگ حرف زدن، واقعا استعداداشون خیلی خوب بود. این آخوندا با این مسلمونا با این آتیستا که حرف میزنن اکثرا میزنن توی کوچه علی چپ و از کتابای حرف میزنن که اون طرف آتیستا اصلا نشنیده و گیجش میکنن. اولین مناظره بود که من گوش کردم و خیلی کیف کردم، چون آقای ایمان واقعا خیلی قشنگ هر چیزی که اونا ارجاع میدادن و میدونستن و واقعا زیبا به مقالاتشون جواب میدادن. واقعا دستتون درد نکنه، اگر الان اینجا نصف شب نبود من حتما براتون دست میزدم. خیلی ممنون آقای ایمان، مرسی. من ممنون آقای ایمان. مهندس صحبت داری دوباره؟ بله، من فقط می‌خواستم بگم که اگه میشه به خانم بابک بگین فردا شب اگه میشه راجع به موضوع صحبت بکنم. بعدم اینکه شما خیلی تاکید داشتین که تو واقعا روانشناسی، اولا که من هنوز خودم رو روانشناس نمیدونم. برای دانشجو هستی؟ بله من ترم 4م. بعدم اینکه گفت چون مثل تو تعریف کودک می کرد درجا میگفتم برو رسم کن. بعدم اینکه حالا تعریف کودک برای شما اینه، برای من هنوزم میگم اینه. نه 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 برای تمام دنیاست. تو کدوم اومدی داری این حرف رو میزنی؟ سویلا خانم من فقط میخواستم که همین تعریف رو بگم، اگه میشه من اینو بگم برم، چون الان فکر میکنم وقت مناسب. اجازه بدین من اینو بگم. بعدم که دانشگاه منو شما گفتین امام صادق، من دانشگاه علوم تحقیقات هستم. من که شما نگفتم، من نگفتم، شاید دوستان دیگه گفتن. من گفتم مهندس دانشگاه امام صادق، همون دانشگاه امام صادق هم که شما مسخره میکنی جزء رتبه بالای علمیه تو من... کشور داره. حالا من کاری علمی نیست، اصلا علمی نیست این دانشگاه، علمی نیست. من فقط خواستم همینو بگم و مزاحمتون نمیشم، چون واقعا صبرتون رو باید ستایش کرد، چون این بحثا خودمون میدونیم آخرش به کجا میرسه. برای خانم مهندسه که دانشجو روانشناسی هستن و درساشون رو خوب نخوندن، احتمالا استاداشون هم درساشون رو خوب نخوندن، شما سندی هست در یونیسف؟ یعنی آقای امین این استادش اصلا فولادین داره. من اصلا یکی می اومد اینجوری صحبت میکرد میگفت سری میگفتم برو حذف کن، من نمیدونم چرا اینو نگه داشتن. نه خب اینا خب یه سری دانشجو اینجوری کشور ما نیاز داره که تربیت بشن دیگه برای سیاست خاص خودشون. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. یک سندی هست به اسم سند حقوق کودک مال یونیسف، خیلی ساده میتونین گوگلش کنین، اسمش هم اینه اگه انگلیسی بلد باشن، Convention on the Rights of the Child. من نمیام ترجمهش کنم که هزار تا حرف از توش در بیارم. به صراحت اصلا اشاره کرده که هر human being، هر موجود زندگی، حالا اینجا منظور انسان هست، below the age of 18، زیر 18 سال باشد، به عنوان child، تعریفش کودک. حالا اگه شما دوست دارین کودک تا 2 سال باشه، تا 3 سال باشه، تا 5 سال باشه، بیاین بگین که تعریف من یا تعریف این استاد من یا این دانشگاهی که سنگش رو به سینه میزنم فلانه و بر اساس این من نظرم اینه. ولی نه به این که حالا شما یه تعریف داریم ما یه تعریف، تعریف علم مشخصه. شما نمیتونیم بیاین الان بگین که مثلا آب در 60 درجه به جوش میاد، من بیام بگم نه 120 درجه به جوش میاد. این یک چیز علمیه، تعریف علمی داره و متاسفم که اینو بگم، اما خب ما هم که اینو درست نکردیم که ما علم روانشناسی و تربیت کودک رو 99% از غرب گرفتیم.
پس همون استادا که میان به شما تدریس میکنن اگه استاد خوبی باشن که به نظر میرسه نیستن، اونا علمش از قبل گرفتن، پس باید تعریف اونا رو قبول داشته باشین. یک بار دیگه میگم، یونیسف سندی به اسم Convention on the Rights of the Child، هر انسان زیر 18 سال کودک حساب میشه. مرسی همینجا، تشکر میکنم. خانم سامی من یه توضیح بدم، میشه کنوانسیون حقوق کودک. مرسی یاسر جان. خانم سامی دو دقیقه. سامی اس نیستی عزیز؟ ببخشید من خیلی صحبتی ندارم، فقط در مورد کودک و خودارضایی صحبت کردیم که بله. این توی روانشناسی هم به این صورت نیست که بچه بشینه خودشو ارضا کنه، به این شکل نیست، بلکه بچه ها دارن خودشون رو کشف میکنن و دارن دیسکاور میکنن که کی هستن چی هستن، مگر نه این که تجسم کنی که بچه ها خودارضایی میکنن در سن کودکی، این غلطه و برای همین اصلا به این صورت هم به کودکان نباید به عنوان ببخشید فارسی من خیلی خوب نیست ولی به عنوان افرادی که افراد سکشوال افراد جنسی نگاه کرد به هیچ نوعی. من حرفم کوتاست، خیلی ممنون شما. ممنونم ازتون خانم سمی. وای یه بار صحبت کردی، بذار الناس حرف بزنه بعد برمیگردیم بهت. سلام صبح بخیر. سلام عزیزم، بفرمایید. بله بله. من یه نکته رو می‌خواستم بگم که یه آقایی اومدن بالا گفتن برای شروط ضمن عقد که اگر آقای لطفی هم کاش بودن و می‌شنیدن که گفتن زن می‌تونه شروط ضمن عقد رو بذاره و خودشون هم تاکید داشتن بر این موضوع که مرد زن رو وکیل میکنه که خودش میتونه طلاق بگیره. فقط خواستم بگم که ما حقمون رو می‌خوایم و فقط وکالت کافی نیست و واقعا دیگه به نظر من خیلی داره ایران به سمت مزخرفی میره. من به عنوان یه دختر 16 ساله واقعا دیگه از این وضعیت خستم و امید ندارم که حتی مثلا من 60 سالم بشه این وضعیت ایران درست بشه و خیلی ناراحتم به خاطر اینکه از هر لحاظ که بخوای فکر کنی، چه خودم چه خواهرم چه مادرم، ما خیلی مورد ظلم قرار گرفتیم و کاش تموم بشه این وضعیت. ممنونم. ناراحتیت قابل درکه الناز جان، ممنونم که صحبت کردی. آقای امیر و آقای معین موندن، خدا نگهدار. البته بعدش هم سام عزیزم هست، ما اصلا سام عزیزم کلا کادم دست بشه امیری. بله حتما سام که صاحب خونه هست اصلا، ما بحثمون دوستایی هستن که اومدن بالا صحبت کنن. امیر عزیز هستین دو دقیقه. سلام، من فقط نفهمیدم کی موف تو آدینس شدم. چرا کی؟ همین امشب دیگه. من میتونم اینو توضیح بدم یه لحظه؟ ببخشید توضیح خاصی نداره. خب پس قرار بود که ما تصمیم گرفتیم که تبدیل بشه به خب ایشون نمیتونه همینو دیگه من بخواستم همینو بگم، شما بفهم ایرادی نداره دیگه، تموم شد دیگه. حالا آقای امیر عزیز بفرمایید. یه سوالی که سری قبلم پرسیدم، جایگاه والای زن تو سیستم آتئیست چیه؟ در کدوم کشور و کجا اجرا شده؟ از کی این سوالو دارید الان؟ هر کی جواب میده فرق. من استرالیا هستم اگه میخواین من بهتون بگم، یا دوستان دیگه اگه میخوان. سام هم ظاهرا صحبت داره در رابطه با این موضوع. استرالیا کشور آتئیسته. من براتون میگم، شما گفتید آتئیست، کشوری به نام آتئیست وجود نداره. اجازه بدین من سام عزیز اگه میخوای شما صحبت کنید من اوکی هستم. بفهمید. من خیلی کوتاه میگم. آره، کشوری به نام کشور آتئیست اولا که وجود نداره، این چیزی که شما از تو ذهن خودت ساختی. ما کشورهایی داریم که سکولار هستند، یعنی هیچ دینی در حکومت هیچ جایگاهی نداره و قوانین هست و تمام اعتقادات زیر نظر اون قانون دارن زندگی میکنن عزیز دلم. و جایگاه زن، انقدر بهتون بگم که اینجا در استرالیا یک زن اگر بدون هیچ دلیلی، همسر من اگر بره به پلیس بگه من از بهش گفتم که به زور سکس دارم باهاش، برای من یک اوردری صادر میشه به نام ABO و من در واقع بدون که هیچ سندی بیارم، هرچند که نمیگم این خیلی هم خوبه، میخوام فقط بگم جایگاهش کجاست که زن رو اینقدر بهش بها میدن که به هیچ ظلم نشه. امیر جان عزیزم،
من یه توضیح بدم پشت هم میوت بفرمایید. آقای امین شما نمیاد میکروفون رو باز کنید، فقط در زمان خودتون صحبت کنید. زمان خودم بود یه سوالی. بله امیر جان، آخه آتیست که اصلا دین نیست قربونه شکلت برم. آتیست وجود خدا رو فقط رد میکنه و بر اساس آتیست بودن اصلا کشور مدرن امروزی قرار نیست قانونی بنویسه. من مثال نقض میارم که خیال تو رو اصلا از آتیست راحت کنم. اگر در کره شمالی و چین اتفاقا بیشترین تعداد ایتیست ها هستن، اصلا صحبت ما دقیقا سکولاریته و لایسیته است، یعنی جدا شدن دین و عقاید از دنیای امروزی. ما بر اساس حقوق بشر امروزی و جدا شدن دین، چون هر گونه دین و نگرش و ایدئولوژی حاکم بشه بر قدرتی، بقیه نگرش ها و ادیان رو سرکوب میکنه. صحبت ما اینه، با تمام این آخوندها هم که صحبت میشه، ما بحثمون اینه که شما دینتون رو بردارید بذارید رو کولتون، هر آنچه که میخواهید بکنید، بگذارید قانون رو قانون نویسان بنویسند و با دنیای امروزی و ملموس در واقع عجین بشه. ممنون. مرسی سام عزیز. معین با سلام مجدد خدمتتون و خسته نباشید، علل خصوص خدمت استاد سلیمانی بزرگوار و درود به شرفتون. استاد من یه سوالی ازتون داشتم و جوابش حقیقتش برام خیلی مهمه، چون به خیلی اصلا خیلی از قفلات تو ذهنم دیگه باز میشه. یکی از کاتبین وحی عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود که پیغمبر میگفت و ایشون مینوشت. ایشون وقتی میرسه به یه سری از جای قرآن از جمله سوره مثلا تین، به جایی که مثلا میرسه به ثم انشأناها خلقا آخر، ایشون گفت که مثلا بنویسیم فتبارک الله احسن الخالقین، محمد هم گفت که بنویس. در جای دیگر رسیدن به سمیع البصیر، ایشون گفت بنویسیم سمیع علیم. جای دیگه رسیدن به بما تعملون خبیر، ببخشید بما تعلمون خبیر، ایشون گفتن بنویسیم بما تعملون بصیر، محمد هم گفت که هو واحد فرقی نمی کند. این آقا شک کرد، گفت که خب این اگر از وحی خداه، چرا من هرچی میگم تو مینویسی؟ پس تو داری از خودت داری قرآن مینویسی. ایشون فرار میکنه و کافر میشه به عبارتی و میره یه جایی که دست محمد بهش نرسه، میره به مکه. چرا؟ چون اون زمان خب مکه حالا مثلا دست کفار بود. توی فتح مکه محمد گفت هیچ کسی نباید کشته بشه جز 10 نفر و یکی از این 10 نفر عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود که محمد گفت اگر او را آویزان به پارچه کعبه دیدید گردنش را بزنید. ایشون وقت ایشون فرار میکنه، برادر رضای عثمان بود، یعنی برادر شیری عثمان بود. ایشون میره پیش عثمان، عثمان قضیه به عثمان میگه و حالا میگه کمک کن به عبارتی. عثمان هم چند روزی اینو مخفی میکنه و بعد میره پیش پیغمبر و امان ازش میگیره. یعنی توی همون مجلس هم پیغمبر چند بار اشاره میده به اصحابش، کسایی که از نصارا همراهش بودن، ببخشید انصار همراهش بودن، که بعد از اون میگه چرا گردنشو نزدید؟ گفتن که متوجه نشدیم. گفت من 3 بار اشارت کردم و اونها گفتن که پیغمبرها النبی لا یقتل بالاشاره، پیغمبرها با اشاره آدم نمیکشند. به هر حال ایشون زنده مون در رفت و بعدها هم زمان عثمان فرماندار فکر میکنم مصر میشه. میخواستم بدونم این قضیه چه مقدار صحت داره. اگر این قضیه صحت داشته باشه، ایشون هم تا جایی که من میدونم زمانی که زنده بود همه جا گفت، یعنی تا قبل از اینکه حالا پیغمبر بگیرش همه جا گفته بود که محمد قرآن از خودش مینویسه. خب اگر این قضیه صحت داشته باشه استاد، خب دیگه اصلا هیچ بحثی نمیمونه، کل قرآن نابود میشه. یعنی یک مثال نقضی است که کلش رو نابود میکنه دیگه. اصلا کسی نباید بیاد بگه آقا من سند قرآن دارم آیه فلان آیه بهمان، تموم شد دیگه، نابود میشه، میره پیکارش. حالا اسناد که براش پیدا کردم جالب، تو کتاب شیعه تو خود بهار الانوار جلد 17 و جلد 19 به ترتیب صفحه 178 صفحه 110 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 369 فیض کاشانی جلد 2 صفحه 140 و چند تا سند دیگه تو کتابای خود شیعه این قضیه رو نوشته شده. میخواستم که شما یه بزرگواری بفرمایید و توضیح بدید. مرسی از وقتی که به هم دادید. خواهش میکنم معین عزیز، با اجازت من شما رو مفتو آدیونس میکنم. بله آقای ناصر، باز کن میکروفونتو. نه باز کن صحبت کن، ولی 2 دقیقه بیشتر وقت نه. خوبه صدا میاد خانم؟
بله. آره ناصر جان دو دقیقه دیگه جنبندی که دیگه ما هم دیگه 10 ساعت تو رومیم، خودت هم بله. با ما هم بودی، پای بله. ما بودی. بله بله واقعا. من به همتون خسته نباشید میگم، شما به من خسته نباشید بگید. خسته نباشید. خدا یاریت جناب آقای سلیمانی. بنده از شما میخوام که از شما دعوت میکنم به یک مناظره لایو تو اینستاگرام یا تو همین محیط کلاب هاوس دو نفره با یک موضوع مشخص، حالا همین تیتر حقوق زن میتونه باشه یا هر چیزی که شما تعیین میکنید، با هم بشینیم بحث بکنیم، دو نفره دوستانی هم مخاطب باشن، چون متاسفانه امروز بحث خیلی از این شاخه به اون شاخه پرید و در واقع الان نیمی از اون چی که قصد داشتم هنوز نتونستم بیان کنم. من یک خواهش از شما دارم، سه اسم همسر پیامبر اسلام رو که فرمودید الان پیدا میکنید به من اعلام میکنید و بفرمایید اون سه نفر رو تا بحث مناظره رو هم انجام بدید. والله من فراموش کردم ولی همین الان از صاحب خواهم بگم، یکیش همین خانمی بود که در قضیه بنی مستلق همسر پیامبر شد، یکیش خود صفیه، این دوتا. حالا یه دونش هم میگم اجازه بدید من به فکس براجع کنم. صفیه که جناب ناصر ببینید، صفیه در جریان جنگ خیبر به عنوان زن اسیر به کنیزی پیامبر در آمد، بعد همسر او شد. بحث پیمان نبود، ما خیبر رو که نابود کردید دیگه، بحث از پیمان نیست. خیبر دوست عزیز، بزرگوار جناب ایمان عزیز، خیبر تمام مردان جنگ، مردان جنگ کشته نشدند که. الان سوال من رو صرفا شکست خوردن. نه شکست خوردن، شما قرار شد پیمان ببندید که جنگی نشه دیگه. شما نباید کنیز رو بیارید بعد بگید پیامبر ما به خاطر اینکه اونها رو شکست داد و کشت خواست مثلا بیاد پیمان ببنده. پیمان زمانی است که شما بتوانید با یک نفر نسبتی برقرار کنید که از نزاع جلوگیری بشه. خب اون سه زن چه کسانی بودن؟ اصل ازدواج های پیامبر صلوات الله علیه، این خودش هیچ کدوم پیمان قطعی و کتمی منعقد نشد، اینها خودش یک پیمان تلویحی منظور محسوب میشه. همون تلویحی رو بفرمایید. در عرض کردم همین دوتا، این خیبری که شما میفرمایید خانم صفیه، خیبر به طور کلی منهدم نشده بود، یهودیانش حتی جناب ناصر عزیز جناب ناصر عزیز ببینید بله. صفیه خود شوهر داشت، کنانت ابن ربی شوهر او بود. این چه پیمان نامی است که شما زن مردم رو میگیرید به عنوان اینکه به زنی همسری پیامبر در بیارید بعد بگید پیمان بستین؟ ایشون مگه خود شوهر نداشت کنانت ابن ربیع که زبیر و محمد ابن مسلمه او رو شکنجه کردند و کشتن؟ این در کتاب بهار الانوار اومده که پیغمبر، حالا میگم شاید در تعارض باشه با اون منبعی که شما گفتید، در بهار الانوار، بهار الانوار که عزیز من ببینید، بهار الانوار ما دوم صفوی بنده دارم از مغازی و ابن سعد و اینها برای شما میگم. بزرگوار بهار الانواری که شما میفرمایید خودش مستقلا چیزی رو نقل نکرده، اون هم از منابع و ارجاعات گذشته نقل کرده. من عرض کردم شما رو دعوت میکنم به یک مناظره با همین موضوع درباره حقوق زن در اسلام با محوریت قرآن کریم یا موضوع خشون، موضوع فرمایید پس فردا چه موضوعی رو شما دنبال میکنید؟ پس فردا موضوع ما در رابطه با توهین به عقاید خوب و زشت. یک عنوانم من اضافه میکنم، شما حقوق انسان به ما هو انسان فارق از دین را مورد بحث قرار بدید. شاید از منظر اسلام ما هفته سه روز دوست عزیز، هفته سه روز ما برنامه داریم، یکی از برنامه ها را اختصاص میدیم به موضوع شما. شما با ما در تماس باش، موضوع رو بده چشم. حالا شما اگر امکانش هست سوالی که آقای سلیمانی پرسیدن رو پاسخ بدین. میگم بنده الان دو مصداقش رو عرض کردم، بعد از اینم باید به رفرنس مراجعه کنم. مصداق نبود که بزرگوار، ببینید مصداق نبود. راجب سن عایشه هم که عرض کردم، من تو مقولات تاریخ خیلی متبهر نیستم، بنده همین الان موسوعش جلو چشمه، موسوعش رو بنده مطالعه کنم فردا خدمتتون عرض کنم. ناصر عزیز ببین، ما 10-11 ساعت تو این روم هستیم و یه چیزی که پرسیده شد، اگر میشه لطفاً چیزی رو که میخوان ارائه بده، اگر نه که هیچی من برم سراغ یغما. عرض کردم حالا راجع به ازدواج پیامبر من توضیح کلی بدم. یکی از اینها زینب ابن جحش هستش،
که سر اون قضیه طلاقش از زید همسر پیامبر شد و به خاطر این بود فلسفه این ازدواجم این بود که اون سنت غلط جاهلی که پسرخونده رو پدر پسرخونده رو فرزند خودشون محسوب میکردن در هم شکسته بشه و شکست عاطفی زینب جبران بشه. حالا یک عده اومدن یک سری اباطیل جسارتا در برخی از منابع تاریخی آوردن که پیغمبر عاشق زینب شد. یه بار دیگه میشه اون اولشو بگی چی شکسته بشه؟ یک سنت غلطی بود که فرزند خونده رو در حکم فرزند میدونستند. خب چه اشکالی داره فرزند خونده در حکم فرزند باشه؟ نه نه نه، احکام شرعی برش مترتب نیست. در تاریخ طبری نقل شده که عرضم به حضورتون که ببخشید اینجا صبح ساعت 8 صبح منم یه کله بیدار بودم مثلا نمیدونم حرف بزنم. خب پس میتونی صحبت رو جمع‌بندی کنی، لزومی نداره باشه بدی. من این نکته رو عرض بکنم، در تاریخ طبری اومده که پیغمبر اکرم شیفته انسان شد و وقتی که زید شیفتگی پیامبر به اون دختر رو دید همسرش رو طلاق داد، در صورتی که این سنخ این مطلب کذب محضه. من میخوام اینو از باب نمونه عرض کنم که چه دروغایی رو به پیامبر نسبت دادم. پیغمبر کسی بود که خودش ابتدا دخترم و شکم و زینب بود رو به ازدواج زید در آورد که فرزند خوندش بود و یک فردی بود از نظر نژادی پست. حالا به ظاهر اون وقت این آقایون اومدن داستان سرایی کردن که پیغمبر چشم زینب رو گرفته بود. پیغمبر زینب رو سالها بود میشناخت، زمینی که تو خود قرآن میگه و استقول للذی انعم الله علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، پیغمبر به زید گفتش که همسرتو طلاق نده، این کار خلاف تقواست. علی و حال اینو میخواستم بگم، این سنخ مطالب خرافی و نسبتهای دروغ به پیامبر در تاریخ بسیار بسیار زیاده. تاریخ از منظر شیعه از منظر اسلام قابلی حجیت استناد نداره مگر تاریخ متواتر. اون چرا هم که ما بهش استناد میکنیم احادیثی است که از جناب جعفر ابن محمد امام ششم ما نقل شده، اون که اون ایشون هم نقل کرده از قول رسول الله، اون مبنای فتوا قرار میگیره. تاریخ فقط و فقط در زمانی که تواتر داشته باشه. ممنونم ازت. من نمیدونم چرا صحبتتون بخیر. ازدواج من اجازه دارم صحبت کنم. داستان برانگیز بوده و واسه هر کدوم چیزی اومده و اصلا نگاه ایشون نگاه جنسی ایشون به زنها کذب محض بوده. بله بله بفهمید آقای. ببینید ما خب طبیعتاً یک سری ادعاهایی میشنویم از دوستان مسلمانمان، وقتی دلیل میخوایم، وقتی مصداق میخوایم، مصداقی ارائه نمی کنن. ببینید حالا من از انتها شروع میکنم، حالا این صحبتی که جناب ناصر کردن. ببینید وقتی ما میگیم پیامبر اسلام فلسفه تعدد زوجاتش بر این بود که بتواند پیوندی میان قبائل برقرار بکنه، طبیعتاً این پیوند باید قبل از خصومت و برای رفع خصومت باشه، نه بعد از خصومت و جنگ و کشتار و بعد زنان رو بعد از کنیزی و بردگی به همسری درآوردن. از طرف دیگر باید نمونه بیاوریم که مثلا پیامبر اسلام از 10 زنی که گرفته حداقل 50% از این زنان، یعنی 5 نفر اونها، با همین هدف به ازدواج درآمدن. وگرنه اینکه نمیشه فلسفه فکری پیامبر اسلام تعدد زوجات پیامبر در کدام یک از اینها بوده. من سوال پرسیدم، جناب سید عزیز رفتن 10 دقیقه بعد مدرک بیارن رفتن، اما یک نامی رو بردن. ببینید سوده ای که ایشون میگه، سوده زن سکران ابن عمر بود که اتفاقا برادر او یعنی سهیل ابن عمر از دشمنان بسیار سرسخت محمد بود که حتی در صلح حدیبیه نفر اول مشرکان مکه در پیمان. خب اگر قرار بود با ازدواج با او به نوعی میان او و سهیل ابن عمر دوستی برقرار بشه، خب چرا نشد؟ سوده در مکه به عقد پیامبر درآمد. عایشه و حفصه که اساسا دختران صحابی محمد بودند که فصل خصومتی معنا نداشت، زینب بنت خزیمه هم به همین نه، زینب بنت جحش هم به همین نه. حتی نکته جالبتر، پیامبر اسلام با ام حبیبه ازدواج میکنه که دختر ابو سفیانه. ام حبیبه همراه ابن جحش در حبشه هست، ابن جحش در حبشه مسیحی میشه و بعد میمیره، محمد ام حبیبه رو به همسری میگیره. جالب اینه که زمانی که
ابو سفیان وارد مدینه میشه که تجدید پیمان بکنه بعد از اون دعوای بکر و خزاعه و اینها، ام حبیبه کسی است که پدر خودش رو از روی حصیری که پیامبر و خانه او بود برحذر میداره، میگه بلند شو تو نجس هستی. یعنی ابو سفیان در آنجا میگوید که ظاهرا از من به تو شری رسیده، پس این چرا سبب نزدیکی نشد، اتفاقا سبب دوری شد. یا مثلا شما صفیه زنی است که در غزوه خیبر بعد از اینکه شوهر او رو میکشن با شکنجه، محمد او رو به همسری در میاره. اتفاقا خود صفیه ابتدا سهم دهیت ابن خلیفه کلبی بود، وقتی از زیبایی او برای محمد گفتن، محمد او رو به همسری گرفت. شما شخصی، حالا افراد مختلفی هم وجود داشتن دیگه، شما یک نمونه تنها میتوانیم ذکر بکنیم که جواب ناصر فرمودن که جویریه هست که دختر حارث بن ابی ضرار بود، اما در اونم شکه. چرا؟ چون جویریه در سهم قیس بن ثابت بن شماس در میاد، قیس به او میگه تو پول به من بده من تو رو آزاد کنم. جویریه برای این که پول آزادی خودش رو بده به نزد محمد میاد، محمد میگه من این پول رو میدم شما به همسری من در بیاد، یعنی یک گروکشی میکنه. هرچند بعدن حارث بن ابی ضرار میاد و مسلمان میشه، محمد هم به واسطه این ازدواج اسرای بنی مستلق رو آزاد میکنه. یعنی تنها موردی که اون هم نه با فکر قبلی بلکه با فکر بعدی سبب شد که به حال عده مسلمان بشن، جویری است. یعنی اگر حساب کنید یک دهم زنان محمد. پس شما نمیتونید این رو فلسفه تعدد زوجات پیامبر بدونید. ببخشید میون حرفتون، یه سوال من داشتم در این مورد که اصلا این نگاه انسانی هست وقتی ما زنی رو اسیر میگیریم شوهر بر او دیگر حرام شود، یعنی نگاهی که دارن تو این سیستم، حالا من نص صحیح قرآن نمیدونم هست یا روایات شما بهتر میدونید اشاره کنید بهش، و این واقعا این اتفاق چه اتفاقیه؟ ما فقط تو جنگ ها درست تجاوز میشه در همه جنگ ها در همه جاهای دنیا، اما به صورت سیستماتیک بیان بگن آقا وقتی ایشون رو اسیر گرفتی شوهرش برش حرام هست، منظور چیست؟ ببینید در درون فلسفی حتی خود اسلام، اصلا من یک داستان اسلام رو عرض کنم، شما رفتارهایی میبینید که حتی عرف عرب آن زمان هم قبول نداشت. به عنوان مثال همین غزوه حنین و حوازن، زنان مردم رو به اسارت گرفتن، از پیامبر اسلام سوال میکنن که بسیاری از این زنان شوهر دارن، آیا اجازه هست که ما با اونها نزدیکی بکنیم؟ آیا اجازه هست که ما در اونها عزل بکنیم؟ میگوین که مثلا بله، هیچ مشکلی نداره، آیه 24 سوره نساء هم. ببینید این رفتارها حتی برای اعراب آن زمان هم سوال بود. جناب ناصر اشاره میکنن که ازدواج با زینب بنت جحش برای برهم خوردن رسم پسرخواندگی است. خب مگر این نیاز بود که شما بری زن طرف رو بگیری؟ یک. دو، حالاتی که شما برای گرفتن اون زن داشتید اصلا نشون نمیده که برای برهم خوردن رسم بوده، بلکه اتفاقا نشان از علاقه محمد به اون زنه بوده. چرا در آیه قرآن میگوید آن چیزی رو که تو در درون خود مخفی میکردی یا پنهان میکردی ولی ما میدونستیم؟ اون علاقه به زینب بوده، وگرنه رسم اگر بود، مگر هزاران رسم رو محمد برهم زد نیاز بود خودشون کارا رو انجام بده؟ مگه با آمدن یک حکم میتوانست رسم هم بخوره؟ نکته دیگر، چرا پیامبر اسلام به یکی از صحابه خودش دستور نداد که تو چنین بکن؟ به چه دلیل؟ چرا خودش باید انجام میداد؟ ببینید این رفتارهای خود پیامبر اسلام در همان زمان هم مشکلات عدیده ای رو ایجاد میکرد و ریکسی رفتارهای ایشون اصلا قابل دفاع نیست. حالا ممکنه دوستان فلسفه براش ببافن، اما شواهد نقض اون بسیار فراوان. نکته دیگر این که در مورد زنان پیامبر شما با آیاتی مواجه میشید که نمیتوانید ایشان رو در یک قاعده اخلاقی قرار بدید. مثلا در آیه 50 سوره احزاب، انواع و اقسام ازدواج ها برای ایشان به رسمیت شناخته میشه. حتی بخشیدن یک زن خود رو به پیامبر، یعنی وهبت نفسها خالصه لک من دون المؤمنین، میگه هر زنی که زن مؤمنه خواست خود رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل داشت میتونه این کار رو انجام بده و این حکم مختص به خود پیامبره،
دیگه مؤمنان هیچ سهمی در اون ندارن در این حکم. خب در انتهای آیه چه میگه؟ میگه ما همه اینها رو به شما دادیم که در مزیقه نباشی. جناب ناصر عزیز، این همه تمتع جنسی برای که در مزیقه نباشد چه توجیهی داره؟ این مزیقه و زیق بودن برای ایشان چه توجیهی داره؟ هیچ چیزی عرض میکنم مثلا. مگر یک نوع لجام گسیختگی جنسی که من حالا در برنامه مختلفی بحث از عنوان دونجوان حجاز شده بود، من این مسئله رو عنوان کرد. اما دوست بزرگواری صحبت از عبدالله ابن سعد من جوابتون تو اونجا میتونم جسارتم بدم. اون عبدالله سهیلا جان بحث میکنه. عذرخواهی میکنم ناصر، تو باید بری تو آدینس و فردا شب. نه اجازه بدید من این پاسخو بدم بعد از محضرتون مرخص میشم. چقدر طول میکشه؟ میتونم پاسخ بدم خانم؟ چقدر طول میکشه عزیزم؟ ناصر جان نوبتی هم باشه، نوبتی گرما باید باشه الان اینجا نه. واقعا نه جسارتا من اینو سریع بگم بعد برم. ناصر جان من نوبت هم بشه نمیدم دوست عزیز، من مدرد باشه خیلی منتظر بودم. خواهشم بذار این پاسختو نگه دار برای، ولی جسارتا این پاسخی که من دارم برای ایشون حتما باید بشه. من الان به شما چیز میکنم شما جواب اینا بدین عزیزم. یه جا بنویس چرا اجازه بدید آقای سلیمانی ادامه صحبتشون رو برن، سپاسگزارم دوستان. من عذرخواهی میکنم ناصر، مفتی آدینست میکنم. آقای سلیمانی ادامه بدید. خواهش میکنم. نکته دیگری که دوست بزرگواری پرسیده بودن در مورد عبدالله ابن سعد ابن ابی سر و اینکه قرآن ساختگیه، این مطلبی نبود که فقط ما از نحوه مواجهه عبدالله با محمد بتونیم پیدا کنیم. به نوعی شما وقتی کتاب‌های روایی رو نگاه بکنید، در تضاد آیات، اختلاف آیات بارها میبینید یک صحابی مثلا آیه رو جور دیگری قرائت میکرد، دیگری یک جور دیگر قرائت میکرد، حتی اسباب نزاع میان اونها شده بود. بخشی مربوط به این میشد که خب محمد مدعی بود که من پیامبرم، در همون زمان از اون معجزه میخواستن که تو معجزه باید بیاوری همانند موسی، عیسی و دیگران. اما میبینیم در آیات متعدد قرآن میگوید منم مثل شما بشر هستم، هیچ معجزه‌ای ندارم، معجزه فقط در اختیار خداست. گاهی سوالاتی افراد مطرح میکردن که محمد قادر به پاسخگویی نبود، مثل سوالاتی که مثلا ابوجهل مطرح میکرد، امیه مطرح میکرد و دیگران، که حالا بحثش بسیار مفصله که من بخوام به شکل موردی وارد اونها بشم. از درون اینها شما میتوانید به راحتی دریابید که خود پیامبر اسلام هیچ درک عقلایی فلسفی نسبت به مسائل خودش نداشت. یعنی یک انسان ساده‌ای بود، منتها خب از مشاوره دیگران استفاده می‌کرد، اندکی از دیگران یاد می‌گرفت و سعی کرد یک نظام خیلی ابتدایی رو سازمان بده که بعدها البته شمشیر مهمترین ویژگی بست حکومت او شد، که حالا ما اینا بحث‌های بسیار مفصلی است. اما در پایان این دوست عزیزمون آقایی که آمده بود و صحبت از سندیت می‌کرد، ببینید دوستان، یکی از شگردهای جهان اسلامیون فعلی همین، یعنی وارد محض رجالی و سندی شدن. من این رو هم میخوانم که دوستان ببینن این امر جدیدی نیست، ما دائما با اینها آشنا هستیم. ابن قتیبه که یکی از بزرگترین افراد ادیب مورخ جهان اسلامه، با اینکه سنی مذهبم هست، اشاره میکنه که من وقتی از فضائل علی میگویم عده‌ای از اهل حدیث به ما حمله میکنن. حالا ایشون چه میگه؟ من این رو از کتاب آقای رسول جعفریان میخوانم، دوستان میتونن به اون مراجعه کنن. میگوید او در کتاب الاختلاف فی اللفظ میگوید من شاهد بودم که اینان در برابر افراط رافضه که منظور شیعیان، در دوستی علی و مقدم دانستن او، در کنار زدن علی افراط کرده، حق را به جای نیاورده و در بارش بدگویی میکنن. یعنی اهل سنت چون میبینن شیعیان دائما از علی تعریف و تمجید میکنن، اینها هم سعی میکنن علی رو بکوبن. اگر کسی سخن رسول خدا صلی الله را نقل کند که فرمود، حالا ادامه میده روایت هایی رو که در شأن علی آورده، دنبال این قسمت دوستان دقت بفرمایید، دنبال نقد سند میروند تا آن را خراب کنند و حق او را به خاطر شیعه پایمال کنند و به خاطر آنها چیزی را به علی نسبت دهند که مربوط به او نیست. یعنی ببینید، ابن قتیبه متولد سال حدود 213 و در حدود سال 276 فوت میکنه، یعنی قرن سومه، هزار سال قبله. اما این شگردها رو برای ما به یادگار گذاشته که دوستان بدانن این که ما وارد نقل روایت و سند و احادیث و اینها بشیم، این یک ترفندی بوده از گذشته برای تخریب کردن
حالا به نوعی روایت‌ها یا اسنادی که وجود داره. اینه که دوستان متاسفانه ادعاهایی رو مطرح میکنن اما نه مصادیقی دارن، نه شواهدی دارن و نه علمی که بتونن بر روی اون بیستن و ازش دفاع بکنن. مشکل عمده ما همین مطلب. عرضم تمام. تشکر میکنم جناب سلیمانی. سام عزیز در خدمت شما هستیم. سام نیستی؟ ببخشید من صدا میاد. بله ارزی نیست، استفاده کردیم از صحبت دوستان. خسته نباشید به شما سهیله عزیز بابک و خسته نباشید به این دوتا آخوند ما که 10 ساعت نشستن مغلطه کردن. به هر حال کار آسونی نیست. من فقط در پایان یه پرسشگری خیلی کوتاه بکنم. 52 تا کشور مسلمان داریم دوستان، وضعیتشون رو واقعا ببینید. حالا ما کاری به تاریخ و گذشته و اینجور صحبت ها نداریم، ببینیم چه شرایطی دارن واقعا، وضعیت زنانشون چجوریه تو اون جوامه، چجوری داره باهاشون برخورد میشه، حقوقشون چجوری پایمال میشه. همین ایران خودمون، همین تصویر عکس من رو نگاه کنید، بلایی که سر رومینا آوردن، یک تجمعی بود سال گذشته، در پایان اینها داست میکشن بیرون و گردن رومینا هامون رو میزنن. به واقع اسلام در واقع طعنه‌ای که در این عکس زده میشه به عنوان فمینیست، دین فمینیست اعلام میکندش و میگه در پایان سنگسار میکنه زنها رو. شما، من همین دیروز بود یک ویدیوی وایرال شده بود در توییتر، اصلا تن و بدنم واقعا لرزید وقتی که دیدم این آقایون طالبانی یک زنی رو گرفته بودن انداخته بودن اون وسط. همین دیروز بود ها، دارم در مورد دنیای امروزمون صحبت میکنم. یک زنی رو گرفته بودن و آنچنان شلاق میزدن و بقیه هم کلی مرد نشسته بودن دورش رو داشتن فیلم میگرفتن و سوت و کف میزدن. ببینیم نتایجش چی بوده. حالا محمد 1400 سال پیش هر گلی زده به سر خودش زده، خوب بد که قطعا بد، ولی واقعا الان بیایم بررسی کنیم ببینیم چه بلایی سرمون آوردن با این ادیانشون. به هر حال ارزی نیست. ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتید. سپاس. سپاس ازت سام عزیز. ممنون سام عزیز. من یه سوال داشتم بگم سام عزیز. یک شنبه یه برنامه‌ای داریم که حتما باید حضور داشته باشی، بحث مقدسات هستش، اگر دوست داشتی حتما بیا. الان فکر کنم یغمای عزیز درست سوال من. بله، و قبل از اینکه برم سراغ یغما می‌خواستم بگم دوستان این خونه سبزه این بالا و جمهوری بی خدایان رو فالو کنید. ضمن که یک شنبه موضوع ما، قبل از این صحبت این دو نفر برم که دوستان دیگه پراکنده نشن، در مورد توهین به عقاید هست که خوب هست بد هست یا زشت، خوب بد زشت، آیا توهین به عقاید خوبه بده یا زشته. امیدوارم که یک شنبه دوباره همتون رو ببینم. عذرخواهی میکنیم از کسایی که فرستادیم تو آدینس، چون اینا نسخه اندروید دارن و نمیتونستیم میکروفوناشون رو ببندیم و نمیشد مدیریت کرد. این آخرها دیگه کلی هم من عذرخواهی میکنم، جیغ جیغ کردم چون نمیشد واقعا کنترل کرد. یغمای عزیز میشنویم شما رو. خیلی ممنون. من واقعا میخواستم رفع زحمت کنم، بعد جناب سلیمانی بودن گفتم که خیلی خوبه که من استفاده کنم، واقعا لذت میبرم و نمیدونم جناب ناصر خیلی پرجرأت هستن که جناب سلیمانی امیری رو دعوت میکنن. و من فقط یک موردی رو میخواستم بگم جناب ناصر، من آروم میگم شما میتونید این رو یادداشت کنید و من معذرت میخوام به عنوان کسی که اینجا حضور داشتم و شنیدم این رو باید بگم که جناب ناصر شدیداً تو بحث درون دینی هم شما ضعیف هستین، خیلی ضعیفه. شما حتی بلد نیستین بحث رو به جای دیگه بکشید. من اینها رو میگم جناب ناصر، شما نگاه کنید ببینید کدومش، اون 3 موردی که گفتیم، من اینا رو کامل لیست کردم. خدیجه دختر خلیلند و سومین این به ترتیب من میگم به ترتیب ازدواجش، بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بوده و دختر، حالا نامهای بچه‌هاش، حالا سوده زن محمد. حالا اینا که میگم زن محمد حتما به معنی ازدواج نیستا، محمد اینها رو به زن بودن گرفته. سوده زن محمد، دختر زمعه و بیوه، حالا من ای دارم کلمات اشتباه میگم، من فاطمه واقعا نمکشت خیلی سارا ایران میشن، شکران ابن امرو که از مسلمانان حبشه بود، عایشه زن محمد دختر ابوبکر، ابوبکر مسلمون شده بود بعدن عایشه رو گرفتش، و همینجوری میریم جلو. ماریه قبطیه که فرمودن
زن محمد که از مصر برای حضرت محمد هدیه فرستاده بودند. حفصه زن محمد دختر عمر ابن خطاب، عمر مسلمان شده بود دخترش رو به محمد میده، و زینب دختر جحش که قبل از محمد زن زید بودش، و جویریه که از گفتن که حالا جناب سلیمانی هم میگن دقیقا بعدها اگه اشتباه نکنم چهار سال سه سال الا چهار سال بعد باعث حفظ جان یک سری افراد میشه اگه اشتباه نکنم. ام حبیبه دختر ابو سفیان و خواهر معاویه بیوه عبدالله بن جحش که در حبشه مرده بود، یعنی اصلا بحث مبادله نبود، این خیلی بحث پرتی بود. صفیه از زنان محمد دختر این رو گفتم صفیه رو دختر حی ابن اختبه که یهودی بودن، بعد زن کنان ابن ربی بود که از رؤسای خیبر بود که اصلا بعد از جنگ بود، یعنی قضیه منتفی بودش. دوباره فاطمه رو داریم دختر شریح، اینا همه اسامیان که مسلمانن ها. هندو داریم دختر یزید، از ما او داریم دختر سیاه، زینب رو داریم دختر یزید، حبله از زن محمد بود دختر قیس و خواهر اشعث مسلمانن، اسما رو داریم دختر نعمان، فاطمه رو داریم دختر زهاک، ام سلمه رو داریم دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد کشته شدش، ریحانه رو داریم که زن محمد از اسرای بنی قریظه و سهم پیامبر از غنایم بوده، و ام شریک رو داریم که زن محمد بوده و او از چهار زنیه که خودش رو هبه کرده، یعنی این که خودش رو بخشیده به محمد، یعنی بحث عقد هم نبوده. و این رو گفتم، این 20 نامی بودش که همه این دوستان گفتن، به غیر از جبیریه هیچ کدومش منجر به حفظ جان یک بشر نشده، و به غیر از جبیریه و هیچ کدومش بابت مسائل سیاسی نبوده، یک دونش قبل از ازدواج مسئله سیاسی تر نشده که با ازدواج منجر به اون بشه. خیلی من معذرت میخوام، من طولانی صحبت کردم. جناب ناصر شما اول لیست ها رو ببینید، شما مسائل تاریخی رو ببینید، بعدن بیاین مسائل تاریخی رو ربط بدین به اسلام، به سیاست اسلامی. اینها خیلی بد اتفاق افتاده. من معذرت میخوام، وقتتون بگذارم. ممنونم یغما جان. آقای منصور دو دقیقه. بله، من عرضم اینه که اصلا تاریخ هم بذاریم کنار، همین امروز چهار مرجع تقلید در قم علیه صوفیه فتوا میدن، آقای مکارم شیرازی، آقای نوری همدانی، دو دیگهش معلوم حضور ذهن ندارم، فاضل لنکرانی، اینا فتوا دادن که ازدواج صوفیه خصوص دراویش نعمت اللهی از اساس باطل است، و یه پرونده بوده که آقای میخواسته زنش رو طلاق بده، رفته پیش همین آیت الله، فتوا رو گرفته آورده دادگاه و گفته که من نمیدونستم ایشون درویشه، به جرم درویشی ایشون رو طلاق داد. یعنی این که همین الان هم با یک فتوا راحت زن کسی رو میتونن از دستش در بیارن و هر کاری میخوان بکنن. این فقط بسته به تاریخ نیست، این توی تاریخ نمونده همچنان بدونه. مرسی که وقت به من دادید. خواهش میکنم. تشکر میکنم از همه دوستان، خصوصا جناب سلیمانی و باقی دوستان. مرسی که سپاسگزارم از شما و همه دوستان عزیز. امیدوارم بحثای من خسته کننده نبوده باشه. خواهش میکنم. دل جان من یه خداحافظی بکنم، فرصت هست؟ بله. من به سهم خودم از بچه های مدیر، دوستان عزیزی که بالا اومدن صحبت کردن، جناب سلیمانی به طور ویژه و همه عزیزانی که بودن تا در یه مقاطعی این اتاق تا نزدیک 600 نفرم رفت، بسیار تشکر میکنم. ما رو تعمل کردین. اونایی که علاقه مند هستن از طریق پروفایل من میتونن کلاب نظرگاه رو هم دنبال کنن، مسائل اقتصادی سیاسی فرهنگی اونجا صحبت میشه. فردا غروب هم ساعت 5 ما اونجا برنامه داریم. خیلی ممنونم. عذر میخوام، 5 اروپا 7 و نیم ایران. مرسی. خواهش میکنم. شب و روزتون خوش دوستان. اگه صحبتی نداری من رومو ببندم. ممنون از همه شما و البته و کاوه گرامی هم که امروز به ما اضافه شده بود. ممنونم کاوه جان. ممنونم بچه‌ها. من که امروز تن و بدنم از دست سهیلا هی لرزید، چنان با تحکم نه شوخی میکنم، نه خیلی هم خوب کاری کردی، نه نیاز بود کاری که تو کردی، من تحسین میکنم. ممنونم از مودریتوریت و واقعا عالی بود. ممنونم.
یه چیزی رو به آقای سلیمانی عزیز بگم، جمله آخرش این بود که گفتن وقتی زیاده گیری کردن ما همیشه از صحبتهای شما لذت میبریم و همیشه هرچقدر بیشتر شما صحبت میکنید ما بیشتر لذت میبریم. ممنون صحبت حضورتون. کیوین جان شما چیزی داری برای گفتن؟ من هم میخواستم تشکر کنم از همه دوستان، همه مدیران گروه، از همه دوستانی که همکاری کردن، از همه دوستانی که لطف کردن با ما همراهی کردن امروز و صحبت کردن. به خصوص یه تشکر بسیار ویژه از آقای سلیمانی، مطلب بسیار خوبی مطرح شد امشب و من خیلی دوست داریم که باز هم بیشتر از این جلسات پربار داشته باشیم، از حضورشون استفاده کنیم. دوستان ممنونم و همچنین من بگم، من خودم بگم جدا از نظیر عزیزم سپاسگزاریم که واقعا زحمت کشیدن بودن با ما. اوکی دوستان بدرود. دوستان فقط یه چیزی، یک شنبه سه شنبه پنج شنبه ما اینجا برنامه داریم، شنبه ها لایو چت یوتیوبمون با حضور آرمین نوابی هستش. خواهش میکنم که اکانت های ما رو فالو کنید، پرشیم وان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب. تا یک شنبه بدرود. بدرود دوستان، خسته نباشید. بدرود.